خب بچه ها، اندر احوالات ویدیوهای یهویی آموزشگاه توبی، آکادمی زبانهای خارجی توبی، امروز دوست دارم که داستان امپخفر رو بهتون توضیح بدم. ان شاء الله توی البته یکم تو همین ویدیو تقابل امپخفر و پس کمپوزر هم کار خواهیم کرد، ولی تو ویدیوهای بعدی بیشتر روی پس کمپوزر که شاید مهمتر از امپخفر باشه کار خواهیم کرد. ولی چون که خیلی از بچه‌ها تو همین پیج آموزش زبان انگلیسی آکادمی توبی که یکم هم تبلیغ کنیم خودمون رو، Learn French with Tubi توی فیسبوک اگه بزنن میتونن بیارن، آموزش زبان فرانسه توبی، تقاضا کرده بودن که امپخفر رو توضیح بدیم. من اول با امپخفر شروع میکنم. ببینیم بچه ها، قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشم توضیح بدم که هر مبحث گراماتیکال رو که ما یاد میگیریم دوتا چیز باید تو ذهنمون داشته باشیم، یکی ساخت یا کنستراکشن یا کنستروکسیون، دومی کاربرد یا امپلوا. اوکی؟ طبیعتاً کاربرد یا امپلوا یا اوتیلیزاسیون خیلی مهمتر از ساخت هستش، چون چیزی که مربوط به ساخت میشه کار چه میدونم نیم ساعت یه ساعت دو ساعت مطالعه است، دوستا فرمول مشخصه و ما میتونیم اول با ازبر کردن شروع کنیم، بعدا نهادی نمیشه توی ذهنمون که چجوری فعل امپخفر رو بسازیم. مسئله که خیلی مهمه مربوط میشه به مسئله استفاده و کاربرد امپخفه یا هر چیز دیگه ای، هر گرامر دیگه ای که کی ازشون استفاده کنیم، خب، و کی امپخفه باشه، کی پس کمپوزه باشه، کی پلوسکو پخفه باشه، کی حال ساده باشه، که اینا رو به مرور یاد خواهیم گرفت. در مورد ساخت امپخفه هممون میدونیم که یکی از ساده ترین افعال برای ساختشون یا کنستروکسیونشون همین فعل امپخفه است، چون عموما تمام افعال با قاعدن توی این قضیه، توی این ساختار به جز فعل اتخ، تمام افعال چیکار میکنیم؟ فعل حال چیز مضارع اخباری حال ساده رو صرف میکنیم، بعد ترمینزون های امپخفه رو به رادیکال حال ساده اخباری صیغه نو اضافه میکنیم. مثلا پغله میگیم je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons. P-A-R-L میشه رادیکال پغله. خب ONSش رو میندازیم و شناسه های فعل زمان امپخفه رو بهش اضافه میکنیم که عبارتند از AES, AES, AIT, ای او ان اس، ای او زد، ای او ان ت. اوکی، این شناسه های امپخفه خیلی مهمن، چون توی کندیسیونل پسه هم باید دوباره از همین استفاده کنیم، حواستون باشه. حالا من بعدن که امشب که اینو گذاشتم بعدن سعی میکنم روش یکم ادیت انجام بدم، اینا رو بنویسم برای اونایی که تازه کارن اینا رو ببینن، ولی این ویدیو برای اونایی آماده شده که یکم فرانسه بلدن. پس عملا همه افعال رو به این سیستم ما میتونیم امپخفشون رو بسازیم. چی اسمش؟ درسته من پغله رو مثال زدم و پغله فعل گروه اول بسیار ساده است و میشه رادیکالش رو خیلی سریع بدون رجوع کردن به صیغه نو پیدا کرد، ولی عملا اینو شما باید همیشه از نو استارت بزنین، چون که خیلی از افعال گروه سوم و اونا رو باید از نوش استارت بزنین. مثلا فعل پرندر میگیم je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, P-R-E-N. اوکی، O-N-S-شو میندازیم، میگیم je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait. حواستون باشه این سوم شخص جمع هم که A-I-E-N-T میگیره صداش فقط میشه E، با اون هیکلش یه صدای E میده فقط. بعد مثلا فعل فر، اوکی، je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons، مگه نمیگیم F-A-I S O N S، O N S شو میندازیم، میگیم je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. پس میبینید همه فعل ها با قاعده، حتی فعل avoir که همیشه ساز ناسازگاری میزنه اینجا میگیم j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons. av رو میگیریم، ave. اوکی، بعد ترمینزون های امپخفر رو بهش اضافه میکنیم، میشه j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. OK؟ اما این فعل to be، عشق من، فعل بودن،
این زورو نیست. فعل تو بی اینجا یه نمه بیقایده است. کلا سر ناسازگاری داره همیشه. اینجا ما وقتی حال سادش رو صرف میکنیم میشه je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. خب توی nous sommes ONSی وجود داره که ما حذف کنیم. پس چک کار میکنیم اینجا دقت میکنیم که فعل تو بی خودش بیقاعده است، حتی ساختن امپخفش هم بیقاعده است. بخاطر این باید سماعی اینو از بر کنیم. رادیکال فعل تو بی هستش، توی امپخفه هستش او اکسانت اگو ت. اوکی، میگیم جو ات ای اسش که سر جاشه. اوکی، پس میگیم جو ات او اکسانت اگو ت ای اس. خب میشه اون او اولش هم که میفته میشه جته. اوکی، جته یعنی آی واز، من بودم. تو اته، ایل اته، نوز اتیون، ووز اتیه، ایلز اته، ایلز اته. اوکی، پس همه افعال رو ما فهمیدیم که چجوری امپخفشون رو بسازیم. فعلا تا اینجا یاد گرفتیم که چجوری ساختار یا کنستروکسیون افعال رو توی ماضی، حالا وارد این قضیه نمیشیم، توی امپخفه بسازیمشون. اوکی، اما مسئله اصلی بحث استفاده یا کاربرد یا امپلوای این قضیه هستش. برای اینکه فکر میکنم این ویدیو باز داره 10 دقیقه رو رد میشه، فکر میکنم این ویدیو رو من الان باید قطع کنم، بعد ویدیوی کاربردش رو بسازم، بعدش هم تقابل اون با پس کمپوزر رو توضیح بدم. به خاطر همین این الان آپ میکنم، این خارجه، سریع آپ میشه. بعد در ضمن تو این فاصله هم ببینم چجوری حال میدین دیگه. خلاصه کامنت و شیر و هورا و کف و دست و معرفی وبسایت تو بی و آموزشگاه تو بی و پیج ما رو یادتون نره. تنها چیزی که از شما میخوام I love you. Bye bye.